موزه هنرهای اسلامی در قاهره گفته است که چهار اثر باستانشناسی منحصر به فرد مربوط به دوران مختلف اسلامی را به نمایش میگذارد با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم احمد سیام مدیر کل موزه هنرهای اسلامی در قاهره به عرب نیوز گفت این موزه چهار اثر منحصر به فرد را به نمایش میگذارد و قطعاتی که قرار است به نمایش گذاشته شود کمیاب و منحصر به فرد هستند احمد سیام مدیر کل موزه همچنین افزود برجسته ترین قطعه تقویم نجومی و زمانسنجی از دوران سلسله محمد علی است بازنمایی چنین مزامینی نشان دهنده آن است که در دوران فاطمیه غیر مسلمانان از تساهل مذهبی برخوردار بودند فاطمیان خاندانی از شیعیان اسماعیلی بودند که در سالهای 297 تا 567 هجری قمری بر مناطقی از سرزمین های قرب جهان اسلام حاکم بودند. فاطمیان در 362 هجری قمری با ساختن شهر قاهره نزدیک فستات این شهر را پایتخت خود کردند. فاطمیان که در رقابت با خلفای عباسی خود را خلفای برحق می مدتی بر سراسر شمال آفریقا، مصر، شام و یمن تسلط پیدا کردند و توانستند تا حجاز و سیسیل جزیره بزرگ در جنوب ایتالیای فعلی پیش روند. آنان پیوسته با حکومت عباسیان و دولت طرفدار آنان مانند سلجوقیان و نیز با امویان اندولس، خوارج و امپراتوری روم شرقی در ترکیه و یونان فعلی درگیر بودند. در دوران حکومت فاطمیان، ترویج و تقویت مذهب تشیع در شمال آفریقا به خصوص در کشور مصر گسترش یافت. و در این دوران در قاهره مراکز علمی و فرهنگی مانند جامعت هر برای آموزش علوم اسلامی با گرایش اسماعیلی تأسیس شد و آثار برجسته این مذهب نگاشته شد حال این شاهکار به نمایش گذاشته شده نمایانگر تقویم کاملی از نظر زمان و تاریخی است که از جداول مشخص کننده آغاز ماه میباشد می باشد که در کتاب مواز البروج و الاروج تعلیف سلیمان حکمتی در سال 1220 هجری قمری نیز نگاشته شده است. سیام افسود قطعه دوم بخشی از ظرف سفالی است که زیر لعاب آن صلیب نقاشی شده است که احتمالا نمادی از مسئول مالی دیوان مسیحی در دوران ممالیک است. قدمت این قطعه به قرن هشتم هجری یا چهاردهم هجری قمری برمیگردد. عبدالمجید عبدالعزیز باستانشناس در این رابطه گفت نمایش آثار کمیاب و منحصر به فرد در موزه ها برای جذب گردشگری و تجدید نمایشگاه های موزه بسیار مفید است. وی افسود اهمیت نمایش این آثار خاص در موزه اسلامی در تعلق آنها به دوره های مختلف اسلامی نشان از تنوع و غنای آثار ذخیره شده در انبارهای این موزه دارد که اخیرا کشف شده است